30 روز است و 29 روز، گاهی 30 روز و گاهی 29 روز است. و فرمود که با رؤیت آغاز ماه را اعلام بکنید، یعنی روزه بگیرید، و با رؤیت روزه را به پایان برسانید. اما وقتی که این امت امکان دسترسی به علوم پیدا کرد، در اون زمان امکان اعتماد به علوم دیگران نبود، علوم غیر مسلمانان مثلا به اون اعتماد بشه و در این رابطه، در رابطه با عبادت مسلمین، و این وابستگی ایجاد میکرد برای مسلمانان، وابستگی به علم دیگران. اما الان که امت مستغنی شده است از دیگران و خودش سرآمد این علم محسوب میشود، امت در واقع مسلمانان به علم فلک و اینها به اندازه کافی تبحر دارن نسبت به این علم، و این علم الان در بین خود مسلمانان افراد زیادی هستند که تخصص دارند، حتی بیشتر از غیر مسلمانان، در ارتباط با علم نجوم یا علم فلک. و الان محاسبات اونقدر دقیق شده است که خسوف یعنی گرفتگی ماه را چند سال بعد هم به صورت دقیقه و ثانیه پیش بینی می کنند. خسوف های چند سال بعد را، نه خسوف امسال، خسوف 10 سال بعد را، چندین سال بعد را پیش بینی می کنند که در چند سال آینده در فلان روز، در فلان ساعت، در فلان دقیقه با فلان ثانیه گرفتگی ماه یا گرفتگی خورشید اتفاق خواهد افتاد. اینقدر علم الان پیشرفت کرده است. بنابراین امکان این که فهمیده شود که حلول ماه مبارک رمضان بدون رؤیت، یعنی فهمیده شود، این امکان وجود دارد که الان مثلا فرض کنیم با محاسبه فهمیده شود که فلان روز اول رمضان هست و هلال ماه بعد از غروب خورشید وجود خواهد داشت، ولو هم هیچ کس مشاهده نکند در هوای ابری، فرض بکنیم این که وجود دارد عملا همون چیزی است که ما در واقع در ارتباط با خیلی از مسائل به این محاسبه عمل میکنیم. در ارتباط مثلا با طلوع فجر خداوند فرموده است که فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، بخورید و بیاشامید تا وقتی که فجر برایتون آشکار بشود. حالا چه کسی هست که نگاه بکند به افق و آشکار شدن فجر را مشاهده بکند برای آغاز روزه خودش؟ هیچ کس این کار نمی کند الان، و امکان اون هست حتی در شهرهای بزرگ اصلا امکان عملی نیست واقعا که عملا افق یعنی به اصطلاح روشنی فجر مشاهده بشود. وقتی مشاهده می شود که الان مدتی از فجر گذشته است در اثر نورهای زیادی که معمولا در اطراف وجود دارد، این امکان وجود ندارد به اون شکل، و مردم برای آغاز فجر قاطبتاً به چه؟ به ساعت نگاه می کنند، به ساعت و توقیت نگاه توقیت می کنند، مثلا چه ساعتی چه دقیقه امروز فجر است، فلان دقیقه، به ساعتش هم نگاه می کند که اون دقیقه نگذرد، و از روی دقیقه طلوع فجر را می فهمد بدون اینکه نگاه افق بکند اصلا. این هم محاسبه است دیگه، حتی علم پیشرفت کرد و ساعت کشف شد، اختراع شد، این ساعت که اختراع شد و این توقیت و اینها تعیین شد، قطعا دیگه نیازی نیست به مشاهده کردن فجر در افق، در صورتی که شروع روز با مشاهده فجر است، یعنی با طلوع فجر است. حالا به همین دلیل هم خیلی از علما معتقد هستند که میتوان با محاسبه طلوع حلول ماه را فهمید، و محاسبه هم میتواند یکی از روش های فهم این قضیه باشد. شاید اینجا سوال بشود که آیا تا چه اندازه ما میتوانیم به رؤیت دیگران اعتماد بکنیم؟ این که آیا رؤیت یک منطقه شامل مناطق دیگر میشود یا نه؟ اگر یک نفر دید، قطعا افراد دیگر هم میتوانند از اون یک نفر تبعیت بکنند دیگه، در یک شهر حداقل. لازم نیست که تک تک افراد ببینند، اما در شهرهای دیگر، در جاهای دیگر تا چه اندازه میتوان به رؤیت دیگران اعتماد کرد، و تا چه اندازه رؤیت دیگران شامل حال ما میشود؟ اگر در فلان کشور مثلا ماه رؤیت بشود، آیا شامل ما میشود یا نه؟ این هم باز از اختلافاتی است که از دیر زمان وجود داشته است، مسئله اختلاف مطالع، که امام شافعی به اختلاف مطالع قائل هست و معتقد است که اگر در یک منطقه هلال رؤیت بشود، در جای دیگر رؤیت نشود، در مناطق دوردست، هر منطقه تابع خودش هست و به رؤیت خودش اعتماد می کند.
یک منطقه منطقه دیگر اعتماد نمی کند و رؤیت هر منطقه برای خودش و مختص خودش است. این نظریه امام شافعی است که از دیر زمان این نظریه وجود داشته است و نظر اکثر فقها هم این است که فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود صومو لرؤیته شامل همه امت می شود و هر فردی از افراد امت که ماه را مشاهده بکند و در هر نقطه از مناطق اسلامی و کشورهای اسلامی که هلال ماه رؤیت بشود و ثابت بشود حلول ماه مبارک رمضان، این شامل همه افراد امت می شود و همه می توانند تبعیت بکنند از این قضیه. این باز هم از اختلافاتی است که از دیر زمان وجود داشته است و به همین دلیل هم تا به حال امت روی این قضیه یک دست نشده است که رؤیت بعضی از کشورها را مثلا در جاهای دیگر به اون عمل بشود، بعضی مناطق عمل میکنند و بعضی مناطق دیگر، بعضی کشورهای دیگر به رؤیت خودشون اعتماد میکنند و رؤیت خودشون را فقط ملاک قرار میدهند، که این ناشی از همین قضیه است، اختلاف نظر در رابطه با دامنه وسعت فرمایش پیامبر که صوموا لرؤیته، تا چه اندازه این رؤیت شامل جاهای دیگر و مناطق دیگر می شود. این است که توصیه می کنیم ما در ارتباط با رؤیت هلال ماه مبارک رمضان یا حلول ماه مبارک رمضان حد الامکان به آن چیزی که باعث یک دست شدن می شود توجه بکنیم و از تفرقه و چند دستگی در این رابطه بپرهیزیم. ما میشه توصیه می کنیم، چون اگر در اول ماه اختلافی به وجود بیاید در ارتباط با روزه گرفتن، افرادی بخواهند روزه بگیرند به تبع فلان کشور مثلا، خواه نخواه، حالا یه نقطه اینجا هم هست باز که در بعضی از کشورها مسئلهی به نام روز شک اصلا مطرح نیست. بعضی از مذاهب اسلامی مثل مذهب حنبلی چیزی به نام روز شک ندارند و با کمترین بهانه یا کمترین دلیل و سبب اعلام رمضان می کنند. با حد اقل سبب روزه رمضان را، حلول رمضان را اعلام می کنند و روزه می گیرند. روز شک هم عرض خواهم کرد که چه است قضیه روز شک. بعضی معتقدند که یک روز از شعبان را روزه بگیریم بهتر است از این که یک روز از رمضان را بخوریم. از فرمایش علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نقل شده است که فرموده است اگر من یک روز از شعبان را روزه بگیرم اشتباهاً، بهتر است از این که اشتباهاً یک روز از رمضان را بخورم. لان اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من رمضان. به این دلیل هم در بعضی از مذاهب مثل مذهب حنابله چیزی به نام روز شک ندارند، چون روز شک عبارت است از روزه روز سیوم شعبان در صورتی که بگومگویی در رابطه با هلال باشد اما ثابت نشود. اگر بگومگویی هست، بالاخره گفتگویی هست در رابطه با هلال ماه ولی ثابت نیست، از لحاظ شرعی به ثبوت نرسد. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، آن روز، روز سیوم شعبان، روز شک محسوب می شود که در حدیث آمده است من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هر کس در روزی که شک می شود در آن روزه بگیرد نافرمانی پیامبر کرده است. این حدیث در بین احادیث معروف است از ابی هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه روز شک منع کرده است، چون عبادت باید بر اساس و بر مبنای یقین باشد. نمی توان با شک عبادتی را آغاز کرد. با شک ورود دخول وقت و آغاز وقت نمیتوان عبادتی را آغاز کرد. پس بنابراین برای اینکه با یقین به عبادت وارد بشویم و پا بگذاریم به رمضان، باید ثبوت رمضان هم از روی یقین باشد. نمیتوان با شک عبادت روزه و رمضان را آغاز کرد. به این دلیل هم اکثر فقها مسئله روز شک را مطرح کردند به عنوان روزی که روزه گرفتن در آن حرام است و آغاز رمضان باید از روی یقین باشد. ولی خب در بعضی از مذاهب مثل مذهب حنبلی عرض کردم که به روزه شک اصلا اعتقادی ندارند و به همین دلیل هم کمترین بهانه یا کمترین سبب برای اثبات رمضان برای اونها کافی هست. اگر یه نفری حتی بیاد و شخصی که زیاد هم نمیتوان روی اون حساب